کمتر از یک هفته پس از سانحه سقوط هواپیمای بوئینگ 727 تهران ارومیه که منجر به کشته شدن دست کم 78 تن از هموطنانمان گردید، برخی مقام‌های کشوری با بی‌اعتنایی نسبت به این موضوع و بدون بر عهده گرفتن مسئولیت این حادثه، سعی در کم اهمیت جلوه دادن آن کردند. در پی این سانحه وزیر راه و ترابری که خود را به ارومیه رسانده بود گفت هنوز هم آمار سوانح هوایی ایران نسبت به متوسط حوادث هوایی جهان پایین است. حمید بهبهانی افزود این دومی حادثه با این وسعت طی 2.5 سال گذشته در کشور است که آمار بالایی محسوب نمی شود. به گزارش خبرگزاری مهروی تاکید کرد برخلاف برخی جفسازی ها هنوز امنیت پرواز در ناوگان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بالاست. وزیر راه در این حال تاکید کرد دولت برای ارتقای امنیت پروازی و همچنین افزایش کیفیت ناوگان خطوط هوایی ایران برنامه ویژه اتخاذ کرده و به زودی به اجرا در خواهد آمد. بهبهانی با اشاره به حوادث مشابه در سایر نقاط جهان نثار داشت بروز این گونه حوادث در خطوط هوایی امری طبیعی است، گرچه تلاش تمام مسئولان این است که امکان وقوع چنین حوادث ناگواری به حداقل برسد. وی با بیان اینکه دلیل اصلی سقوط هواپیمای بوئینگ 727 شرایط بد جوی و نامناسب بودن دید خلبان بوده است افزود این سقوط به هیچ عنوان ناشی از نقص فنی هواپیما نبوده است. هرچند که وزیر راه با بیان استدلال شرایط نامساعد جوی از توضیح در خصوص سقوط این هواپیما و موارد مشابه شانه خالی می کند، اما کارشناسان عقیده دارند که بدی شرایط جوی نمی توانسته عامل این سانحه باشد، زیرا قاعدتا تیم پرواز قبل از پرواز شرایط جوی را جویا شده است. در این حال این سخن وزیر که هنوز هم آمار سوانح هوایی ایران نسبت به متوسط حوادث هوایی جهان پایین است نادرست می باشد، چرا که بر پایه آمار تلفات هوایی در جهان ایران با 1% جمعیت جهان بیش از 1/3 تلفات ناشی از سوانح هوایی را به خود اختصاص داده و در واقع مقام اول را در این خصوص دارا است. به نظر می رسد موضوع سوانح هوایی در ایران که بر اساس نظر کارشناسان تنها به دلیل تحریم اقتصادی از سوی کشورهای غربی به دلیل سیاست ماجراجویانه خارجی دولت مستقر انجام گرفته است، چندان برای دولت مردان حاکم امر حائز اهمیتی نیست و در واقع مردمی که در این سوانح جان به جان آفرین می‌دهند، هزینه این گونه سیاستی را می‌پردازند. چرا که یک روز پس از حادثه دلخراش سقوط هواپیمای مسافربری ایران ایر در اطراف ارومیه و کشته شدن تعداد قابل توجهی از هموطنان و در حالی که وزیر راه گفته بود برخلاف جفسازی‌ها هنوز هم امنیت پروازی در ناوگان هواپیمایی جمهوری اسلامی بالاست، یک فروند هواپیمای دیگر شرکت ایران ایر در حالی که روز دوشنبه از ساری به مقصد بندرعباس در حال پرواز بود به دلیل نقص فنی به طور ناگهانی در فرودگاه مهرآباد فرود اضطراری کرد. بر پایه چنین وضعیت و سابقه ای ناوگان هوایی ایران کماکان بنا به گزارش سازمان‌های بین‌المللی و گزارش‌های متعدد از ناامن‌ترین خطوط هوایی بوده و به دلیل تحریم‌های جهانی دسترسی به تجهیز، خرید، تعمیر و بازسازی هواپیماهایی که 4 دهه مشغول سرویس دهی هستند امکان پذیر نمی‌باشد. ماجرای سقوط هواپیما در ایران در سال‌های اخیر تاکنون خسارات فراوانی را در پی داشته است. به گفته کارشناسان و آگاهان امر، تحریم‌های اقتصادی غرب علیه ایران، عدم آموزش استاندارد خلبانان و کنترل کیفی میزان خطای آنان، ضعف در عمل به معیارهای ایمنی هواپیماها و سوء مدیریت و برنامه‌ریزی نادرست از مهمترین دلایل میزان بسیار بالای تعداد سوانح هوایی در ایران است. بر اساس آمار شبکه ایمنی هوانوردی ایران 1530 سانحه هوایی در میان هواپیماهای ایران رخ داده است که بین 50 تا 70 سانحه آن مرگبار بوده است. 40 حادثه هوایی از سال 1944 میلادی تا انقلاب ایران در سال 57 ثبت شده است. پس از انقلاب نیز بیش از 1400 نفر جان خود را در سوانح هوایی ایران از دست دادند. یادآور می شود بروز سوانح مرگبار در خطوط هوایی داخلی و منطقه‌ای موجب افزایش نگرانی های فراوانی برای شهروندان ایرانی شده است. در سالهای اخیر به دلیل سقوط مکرر هواپیماهای روسی از نوع توپولوف در ایران شمار زیادی از مسافران و خدمه پروازی این هواپیماها کشته شدند، به گونه ای که از 2 سال پیش پرواز این نوع هواپیما در ایران ممنوع شد. اما سقوط هواپیمای بوئینگ در ارومیه
پرونده جدیدی برای این نوع هواپیمای ساخت غرب در ایران گشوده است. هرچند در پی سانحه هوایی ارومیه تاکنون مقام‌های مسئول سخنی برای برخورد با عوامل این قبیل حوادث به میان نیاوردند و باید دید سرانجام آنها چه تدبیری برای جلوگیری از حوادث مشابه و امنیت پروازهای هوایی می‌اندیشند. امید ابراهیمی، رسانه سبز ایران.